ویدیوی جنجالی با ادعای آزار مهاجران افغان، ایران قدیمی است و مربوط به ما نیست. سفارت ایران در کابل در واکنش به انتشار دو ویدیو با ادعای ضرب و جرح اتباعی افغانستان در ایران، این موضوع را تکذیب و ویدیوها را قدیمی و همچنین مربوط به کشور دیگری توصیف کرد. نشر دهندگان یکی از این ویدیوها که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک به طور گسترده دست به دست می‌شود، در توضیح آن نوشته است: ویدیوی منتشر شده از لتوکوب افغان‌ها در شهر شیراز، کشور ایران، توسط پلیس آن کشور جگر انسان را خون می‌سازد. این ویدیو یک اتاق را نشان می‌دهد که در آن افرادی با لباس نظامی اقدام به ضرب و جرح افراد دیگر می‌کنند. دیوارهای اتاق خونین است و برخی از شدت جراحت حرکت نمی‌کنند. روی این ویدیو موسیقی گذاشته شده است و بنابراین صدای محیط شنیدن نمی شود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این ویدیو را مربوط به جنگ سوریه عنوان کردند. سفارت ایران در کابل در بیانیه خود در این باره گفت: با نهایت تأسف عواملی در داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد تنش‌های مقطعی در مناسبات دو کشور اقدام به پخش این ویدیوها که یکی مربوط به کشوری بجز ایران و دیگری مربوط به 5 سال پیش است نمودند. پیش از این وزارت خارجه افغانستان در روز پنجشنبه 13 قوس در بیانیه ای اعلام کرد که این نهاد ویدیویی را مبنی بر آزار و اذیت عده‌ای از شهروندان افغان که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است دریافت نموده و در مورد صحت آن تحقیقات خیش را آغاز کردند. در این بیانیه اشاره شده است در پیوند به این موضوع وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و جنرال قنسولگری های کشور مقیم جمهوری اسلامی ایران وظیفه سپرده است تا تحقیقاتشان را به شکل همه‌جانبه آغاز و در این مورد به وزارت امور خارجه در اسرع وقت گزارش دهند. همزمان با بیانیه وزارت خارجه افغانستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن واکنش نشان داده و گفته بود تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اهانت به برادران افغانستانی از اساس نادرست بوده و اتفاق مورد نظر در ایران اتفاق نیفتاده است و همچنین به مقام‌های افغان توصیه کرده بود تا دقت بیشتر در نشر اخبار و عدم تعجیل در صدور بیانیه‌های رسمی داشته باشند. تاکنون مواردی از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران منتشر شده است که در یکی از آنها که به ثور گذشته برمیگردد، مقام‌های افغانستان اعلام کردند که مرزبانان ایران روز 12 ثور پس از شکنجه 46 مسافر افغان آنها را وادار به پریدن در رودخانه مرزی حریرود کردند که شماره غرق و تعدادی نیز ناپدید شدند. وزارت خارجه ایران این اتهام مقامات افغانستان را قویاً تکذیب کردند. با این حال در این زمینه یک گروه تحقیق تشکیل شد. از بامیان تا اپسالا، مبارز آزاد برای همپذیری و ادغام اجتماعی. شعیب کرار اکرمی یکی از هزاران پناهجوی افغان در سویدن است که برای همپذیری و ادغام اجتماعی تلاش می‌کند و با رشته ورزشی مبارز آزاد چهره دیگری از مهاجران افغان را در این کشور اروپایی به نمایش می‌گذارد. حدود 2 ماه از بامیان تا سویدن را در راه و تا زندگی بهتری را در آرامش و امنیت بسازد، اما به اروپا که رسید با بی‌سرنوشتی و آینده مبهم مواجه شد. شعیب کرار اکرمی در افغانستان رشته ورزشی مویتای را تمرین می‌کرد، اما در سویدن مبارزه آزاد یا MMA را شروع کرد. هرچند در رشته ورزشیش خوب درخشید، اما نمی‌تواند به عنوان مبارز ملی از سویدن رقابت کند، چرا که هنوز یک پناهجو است. مثل بسیاری از دیگر جوانان پناهجو در سویدن اقامت موقت یک ساله را دریافت کرده، اقامت مشروط به اشتراک در دوره‌های تحصیلی، کارآموزی و در نهایت یافتن کار و پرداختن مالیات. از زمانی که به سویدن پا گذاشته همیشه سخت تمرین کرده تا به جامعه میزبان نشان بدهد پناهجویان نیز می توانند موفق باشند. وی در مصاحبه با مهاجر نیوز گفت: می خواهم این را ثابت کنم که ما افغان ها هم می توانیم مثل بقیه ورزش کنیم. می خواهم چهره مثبتی از پناهجو و مهاجر افغان را نشان بدهم. وی حالا به عنوان یک مبارز حرفه‌ای برای باشگاه سویدنی وارد رینگ می شود. حالا که شخصی رقابت می کنم، هدف اصلی پول نیست. می خواهم برای کشورم افغانستان افتخار آفرینی کرده و مهاجران را در اروپا خوشحال کنم. حتی بیشتر از پولی که برای مبارزش می گیرد را برای تمرین و آماده سازیش مصرف می کند، اما هدفی در پیش دارد. هدفم این است که از طریق ورزش همپذیری وحدت اجتماعی را در جامعه سویدن تقویت کنم. 6 بار در سویدن وارد رینگ مبارزه شده و 5 بار پیروز بیرون شده است. آخرین بار هفته گذشته بود که رقیب برزیلی سویدنی اش را در آغاز مسابقه
اتفاقا ناک اوت کرد. وی که فقط یک بار در برابر حریف عراقی باخته، با جوانانی که در افغانستان رویای مهاجرت به اروپا را در سر دارند گفت: تحت هیچ شرایط سختی نباید از هدف خود دست کشید، چرا که شرایط سخت باعث پیروزی می شود و بسیاری چیزها را به انسان می آموزد. شعیب با اروپایی روبرو شده که اصلا تصورش را هم نمی کرد و در جامعه سویدن با تبعیض نژادی از سوی جامعه میزبان و دیگر مهاجران روبرو شده است. علاوه بر آن با وصف تلاش‌های سختی که می‌کند، هنوز هم آینده نامعلوم و مبهم دارد. مشخص نیست می‌تواند در سویدن بماند یا نه. بسیاری از افغان‌ها جواب رد گرفتند و در اینجا غیرقانونی زندگی می‌کنند. برای همه مقدور نیست که وارد دنیای ورزش شوند، تحصیل کرده، کار کنند و پیشرفت نمایند. برای کشورش افغانستان آرزوی صلح دارد و دوست دارد روز برگردد. از جوانان کشورم می‌خواهم تا جایی که امکان دارد تن به مهاجرت ندهند. کسانی که در افغانستان فکر میکنن اروپا بهتر از اشتباه میکنن. اینجا آن طوری که تعریف میکنن نیست. زندگی در اروپا حتی از افغانستان سخت‌تر است. شعیب کرار اکرمی در وقت اضافه‌اش ورزش میکند. او بیشتر وقتش به درس خواندن و کار در یک شرکت ساختمانی میگذرد تا بتواند شرایط اقامتش را در سویدن تکمیل کند. او در بامیان نیز درس میخواند و با خانواده‌اش در کار دهقانی کمک میکرد. یک صفحه جعلی به نام اوفی در فیسبوک فعالیت دارد. یک صفحه جعلی با نام اوفی یا اداره مهاجرت و ادغام فرانسه در فیسبوک در بدل مشوره به کاربران از آنان پول درخواست می کند. به گفته مدیر اوفی، این نوع تقلب بسیار رایج است و کاربران نباید فریب آن را بخورند. صفحه جعلی با نام اوفی با مشخصات این اداره یعنی آرم، خدمات و لینک های مختلف فعالیت دارد، اما از سوی این اداره مدیریت نمی شود. دیدی لیشی مدیر عمومی اوفی در تماس تلفنی با مهاجر نیوز گفت صفحه یاد شده به این اداره تعلق ندارد. ما از فیسبوک درخواست می کنیم این صفحه را حذف کند. صفحه جعلی که مطالب سایت مهاجر نیوز را نیز منتشر می کند، نگرانی و پرسش های افراد را برای استفاده جویی از آنها وسیله قرار می دهد. نادیه یک زن فرانسوی آفریقایی تبار که در جستجوی اطلاعات برای چگونگی مهاجرت و کارت اقامت برای نزدیکانش بود، در اوایل ماه نوامبر فریب این صفحه جعلی را خورد. او به مهاجر نیوز گفت، من از طریق مسنجر به این صفحه پیام فرستادم. فرد که آدرس ایمیل صفحه به او تعلق دارد شماره واتساپ را به من داد. من از او چند سوال کردم که با دقت جواب داد. و گفته نادیه، فرد یاد شده بعد از اینکه اعتماد او را جلب کرد، برای مشورت‌های بعدی از او مبلغ 300 یورو درخواست کرد. او ادامه داد که این مبلغ را برای هزینه دوسیه و وکیل می‌گیرد، اما بعدتر دوباره به نادیه پس می‌دهد. اوفی چندین بار شکایت کرده است. مهاجر نیوز به محتویات تماس‌های نادیه و این فرد متقلب دست یافت. نادیه مبلغ درخواست شده را با یک کارت بانکی ترانسکش در یک سیگرت فروشی می‌پردازد. وقتی فرد متقلب از نادیه مشخصات کارت بانکیش را می‌خواهد، او درک می‌کند که با یک تقلب کار سر و کار دارد. نادیه و دفتر اوفی علیه این فرد شکایت کردند. و گفته مدیر اوفی، قضایای تقلبکاری خیلی رواج دارد. این اداره در ماه اکتبر نیز علیه یک مورد تقلب شکایت کرده بود. در برخی موارد تقلبکاران در بدل پول هنگفتی اسناد جعلی مانند ویزا را به کاربران می‌فرستند.